سلام، سراغ محبوب ترین فیلم موزیکال تاریخ سینما اومدیم. پس اگر مثل من به این ژانر علاقه دارین، تماشای این فیلم رو از دست ندین. احتمالاً هوسی عاشقونه مثل قدم زدن زیر نمنم بارون رو تجربه کردین یا حداقل به تجربه کردنش فکر کردین. دست در دست زیر لایلای نرم قطرات ریز بارون. اما نظرتون درباره آوازی شاد و رقص جنون‌آمیز زیر رگبار چیه؟ اجرای یک نفر از جین کلی پر از شور و سرمستی. حتی اگر طرفدار فیلم‌های موزیکال هم نباشین، 100 دقیقه پرشور و نشاط رو تجربه خواهید کرد. به خصوص که راجر ایبرت درباره این فیلم میگه اگر به سینما علاقمندین باید این فیلم رو ببینین. این کمدی رومانتیک موزیکال فیلمی به کارگردانی و طراحی رقص جین کلی و استنلی دوننه. تصویری دلپذیر از حال و هوای هالیوود در اواخر دهه 1920 در دوران گذر از سینمای صامت. ماجرا از مراسم فرش قرمز فیلمی در شبی رویایی آغاز میشه. مجری رادیو ورود مهمانان رو گزارش میکنه و با رسیدن ستارگان اصلی دونالد لاکوود و لینا لامونت صحنه داغ میشه. برخلاف رابطه واقعا سرد و معمولی بین این دو نفر، شایعات زیادی پشت سرشونه. شایعاتی که چندان هم به مزاج دون خوش نمیاد. اما یه جای کار میلنگه. سخنرانی‌های مدام دون و جلوگیریش از حرف زدن لینا تا حدودی مرموز و گستاخانه است. تا اینکه با پشت صحنه متوجه معضل اصلی میشیم. صدای لینا چندان با چهرش تناسب نداره. او زنی بد صدا و البته بد لحنه که به لطف صامت بودن فیلم ها میتونه درخشان جلوه کنه. به هر حال کمپانی هم ترجیح میده مردم صداش رو اصلا نشنون. در فاصله بین مراسم فرش قرمز و مهمونی افتر، تقدیر کتی رو سر راه دون قرار میده. آقای بازیگر در حال فرار از چنگ دوستدارانش خودش رو تو ماشین کروک دختر جوون میندازه. اما برخلاف انتظار و توقعش، دخترک به خاطر جایگاه و شهرتش نه تنها بهش پا نمیده که بد جورم حالش رو میگیره. البته اونجا پایان آشنایی این دو نفر نیست. وسط مهمونی، بعد از اینکه فیلم ناطقی برای حضار پخش میشه که اعلامیه‌ای در برابر سینمای صامته، باز سر و کله دخترک پیدا میشه. این بار او در میون گروه رقصندگانه و درگیری او با دون تا کوبیده شدن اشتباهی کیک تو صورت لینا ادامه پیدا میکنه. از همینجا جستجوی آقای بازیگر برای یافتن دختری که با مقاومت و لحن تندش با بقیه فرق داره و از او بد جور دلبری کرده آغاز میشه. پروژه فیلم جدید اونها هم لغو میشه، چرا که اکران یه فیلم ناطق و استقبال شدید مخاطبان همه کمپانی ها رو به سمت ساخت فیلم هایی سرشار از دیالوگ کشونده و اونها هم مجبورن نقششون رو عوض کنن. از اینجاست که فیلم به زبونی ساده دوران گذار از سینمای صامت به سینمای ناطق رو با شوری مثال زدنی به تصویر میکشه. جایی که مشکلات گاه مهلک و دردسرای فراوون با روی خوش بیان میشن و قرار نیست وزنه نگرانی در این فیلم شاد هیچ وقت سنگین شه. در جستجو یافتن بازیگرانی برای فیلم جدید، بار دیگه کتی پیدا میشه و این بار دون تمام تلاشش رو خرج میکنه تا او رو در پروژه نگه داره. اونم در حالی که اگر لینا چیزی از حضورش بفهمه ممکنه دردسر درست کنه. با همه مشکلات موجود با میکروفون و دیالوگویی، نسخه اولیه فیلم جدید روی پرده میره. افتضاح بزرگی به بار میاد و درهای تالار افتخار قراره بر روی دون بسته شن. Could remember where the microphone was, boss. This is the worst picture ever made. I liked it.
او به این نتیجه میرسه که واقعا همونطور که کتی در آغاز فیلم بهش گوش زد کرده یه بازیگر واقعی نیست. اما چالش اصلی خود دون نیست. Lena. Lena. She can't sing and she can't dance. A triple threat. Yeah. بنابراین کتی که برخلاف لینا صدای خوبی داره کار دوبله خانم بازیگر رو بر عهده میگیره بدون اطلاع او و فقط برای نجات دون. Watch my mouth. Good morning. Good morning. بریم سری بزنیم به روند ساخت، حاشیه‌ها و پشت صحنه فیلم. لابلاش از بازیگرای اصلی فیلم هم صحبت خواهیم کرد. قصه اولیه داستانی درباره یه ستاره سابق فیلم‌های وسترن بوده، یه گاوچرون آوازخون که به صحنه برمیگرده. اما بعد از نگارش اولیه دیدن ایده خوبی نشده و کاراکتر دون توی فیلم‌ها به یه قهرمان کلاسیک در صحنه‌های رمانتیک تغییر کرد. چیزی که برای جین کلی خیلی مناسب به نظر می رسید. البته در زمان نگارش فیلمنامه جین کلی بد جوری درگیر ساخت فیلم آمریکایی در پاریس بود. توی اون فیلم هم با استنلی دونن همکار بود و همراه با بازیگری طراحی رقص فیلم رو هم بر عهده داشت. نوشتن فیلمنامه ادامه پیدا کرد و ایده های مختلف برای شروع فیلم در هم آمیخته شد. اما با به نتیجه نرسیدن تیم نویسنده ها کار به خود فرید سپرده شد تا چیزی که امروز میبینیم از کار در بیاد. یه سری صحنه ها از فیلم نهایی کات شدن، مثلا اون صحنه‌ای که دون میره دنبال کتی تو ادامش با آوازخونی به اتاق خوابش ختم میشه. نوار این سکانس حتی گم شده و دیگه نسخه ای هم ازش نیست. یه اجرای انفرادی هم از رینولدز حذف میشه. او در حال خوندن ترانه تو ستاره شانس منی به بیلبوردی اشاره میکنه که تصویر دون روشه. البته این سکانس رو بعداً به نسخه DVD فیلم اضافه کردن. Lovely morning. Good morning. Good morning. Good morning to you. تو سکانس رقص خوناشام منتقدان کد هیز و لژیون نجابت کلیسا به یک ژست یا حرکت کوتاه و تلقین‌آمیز بین رقصندگان اعتراض کردند. این برش کوتاه هم با کمی دقت مشخصه. در حالی که در طول فیلم رینولدز قرار صدای لینا رو دوبله بکنه، صدای خودش برای اجرای دو ترانه توسط بتی نویز دوبله شده. تصویربرداری سکانس اصلی آواز درباران و رقص جین کلی با چتر زیر اون رگبار با تب 39 درجه او همراه بوده. اگرچه در یکی از افسانه ها گفته میشه این صحنه به لطف کاشتن دوربین های متعدد در موقعیت های مختلف در یه برداشت ضبط شده، اما امروز میدونیم که ضبط این صحنه 3 روز طول کشیده و او باید با تن تبدار میرقصیده و میخونده. ضمن اینکه گفته میشه برای نمایش بهتر قطرات بارون کمی شیر به آب اضافه شده بود، اما جلوه بصری مورد نظر هرچند به سختی در نهایت از طریق نور پس زمینه ایجاد شد. دعوای اول فیلم دون و کتی رو که یادتونه، این دعوا واقعا در پشت صحنه هم اتفاق افتاده. دبی رینولدز نه یه رقصنده واقعی بلکه یه دختر 19 ساله ژیمناست بوده و کلی به خاطر همین بی تجربگیش تو رقص بهش توهین میکنه. فرد آستر مدعیه کمی بعد از این دعوا دخترک رو گریان زیر پیانو یافته. کلی البته اعتراف کرده که با او مهربان نبوده و از اینکه بعد از این دعوا همچنان باهاش صحبت کرده شگفت زده شده. فیلمبرداری ترانه صبح بخیر از 8 صبح تا 11 شب طول میکشه، طوری که پای رینولدز آخر شب خونریزی داشته. خودش آواز دربارون و زایمان رو سخت‌ترین کارهای دونسته که توی زندگیش انجام داده.
دونالد اوکانر در زمان فیلمبرداری روزی 4 پاکت سیگار میکشیده و بعد از فیلمبرداری صحنه کاری کن بخندن چند روز تو رخت خواب میمونه. درباره صدای جن هاگن بازیگر نقش لینا هم باید گفته بشه که او صدای خودش رو برای این نقش تغییر داد. تکی از فیلم جنگل آسفالت ساخته 1950 رو ببینیم تا صدای واقعی او رو هم بشنوید. I don't know what I was thinking about bothering you at this time of the night. Yeah, can you imagine raiding the regale? The cops must all gone crazy. آوازرباران از جمله فیلم‌هایی که در فرهنگ عمومی تأثیر ماندگاری داشته. ارجاعات سینمایی فراوونی به این فیلم شده و در آثار کارگردان‌های شاخص هم ردپایی ازش دیده میشه. از پرتغال کوکی کوبریک بگیر تا جرایم و جنایت وودی آلن. این فیلم الهام بخش دیمین شازل برای ساخت لالالند بوده و ترانه‌های مختلفش بارها و بارها در آثار گوناگون مورد استفاده قرار گرفته، تا جایی که تو فیلم دانتون ابی عصر جدید که همین امسال یعنی سال 2022 اکران شد هم شباهات زیادی میونه خطوط داستانی دیده میشه. این رو هم باید یادآوری کنم که آوازدرباران امروزه بیشتر از دوران خودش مورد تقدیر قرار میگیره. این یکی از همون کلاسیک هاییه که گذر زمان ارزششون رو بیشتر کرده. احیانا در سال 52 زمانی که فیلم اکران شد خیلی ها تصور میکردن به زودی فیلم های بهتری توی این ژانر ساخته میشه، اما خب تا امروز با گذر 70 سال این فیلم هنوز در سبک خودش بی نظیره. مطابق معمول بریم با یکی دو سکانس معروف فیلم هم خاطره بازی کنیم و این ولاگ رو به پایان برسونیم. جین کلی از ترس هواداراش خودش رو تو ماشین کروک دختر جوان انداخته و سعی میکنه نمه نمه یه ذره بهش نزدیک شه، اما این دختر با همه دختره دیگه که تا حالا باشون آشنا شده فرق میکنه. Yes, yes it is, isn't it? It is terrible. People think we lead lives of glamour and romance, but we're really lonely. Much. If you've seen one, you've seen them all. No offense. Movies are entertaining enough for the masses, but I mean they don't talk, they don't act, they just make a lot of dumb show. با شکل‌گیری سینمای ناطق فن بیان بازیگران مهم میشه. بریم سر کلاس دون ببینیم با معلم فن بیانش چه کار میکنه. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoop-de-doody-doodle. Hope a Moses, he noses his toeses aren't roses, as Moses supposes his toes is too. His toes is a roses. Moses. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. خوشحال میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر رو همچنان مورد حمایت خودتون قرار بدین.